دومین وبینار ماست که در حقیقت بتامون محسوب میشه. من صادق رئیسی هستم، قرار جلسه رو مدیریت کنم. حمید کاویانی از دانشگاه کریری قرار سخنرانمون باشه و راجع به اپتومکانیک غیر خطی در ابعاد نانو صحبت خواهد کرد، در وسایل نانو حالا بیشتر توضیح میده. استادش هم پال بارکلی هستش. مخاطبمون هم خانم دکتر زهرا شاترزاده از دانشگاه تهران هستن. من میذارم حمید شروع کنه. حمید جان شروع کن. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من حمیدرضا کاویانی هستم از دانشگاه کلگری و میخوام راجع به یکی از پروژه همون در مورد اپتومکانیک غیر خطی در ابعاد نانو صحبت کنم. اول میخواستم با توضیح دادن مفهوم کاواک، حالا یا کویتی یا کاواک اپتومکانیکی یک توضیح بدم. توی فیلد اپتومکانیکس ما یک کویتی داریم، کویتی نوری، که فرض کنید یکی از آینه های اون کویتی به یک نوسانگر مکانیکی وصل باشه. همونجوری که این آینه نوسان میکنه، میبینید که مثلا طول موجی که توی کویتی ساپورت میشه اونم تا عوض میشه. بنابراین نوسان مکانیکی میتونه فیلد اپتیکی کویتی رو ماجولیت کنه. هر وقت شما همچین چیزی دارید که داره ماجولیشن یه فرکانس اتفاق میفته، حتما ساید بند تشکیل میشه، یه چیزی به نام ساید بند تشکیل میشه. حالا من خیلی فوکسم روی این ساید بند نیست در مورد اپتومکانیکس، ولی ممکنه یه اشاره هایی بهش بکنم و یه مقاله ریویو خیلی خوب در این زمینه، مقاله ریویو با مارکوس اسپین مایره که توی جدیدن توی ریویو آف مادرن فیزیکس شاب شده. خب اپتومکانیک خطی به این صورته که شما فرض کنید اگر این آینه به سمت چپ حرکت کنه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته طول این کویتی کوچیک میشه. طول که کوچیک بشه، طول موجی هم که کویتی ساپورت میکنه کوچیک میشه. بنابراین فرکانس میره بالا. پس شما میدید ما سمت چپ حرکت کنیم، فرکانس اپتیکی زیاد میشه. حالا به صورت مشابه اگه به سمت راست حرکت کنیم، فرکانس اپتیکی کم میشه. بنابراین شما با یک اپتومکانیکال کاپلینگ خطی سر و کار دارید که این کاپلینگ، این خب میگم کاپلینگ، برایش فکر نکرده بودم یه چه کلمه فارسی مناسب باشه. این کاپلینگ خطی با کمیتی به نام جی او ام، ما در اینجا وان در مورد صحبت کنیم که چیزی نیست به جز شیب تغییرات فرکانس بر اساس تغییرات مکان، بر اساس موقعیت نوسانگر. یک کمیت دیگه هم که ما در مورد صحبت میکنیم اینجا جی زیرو وانه که به اصطلاح هستش کاپلینگ اپتومکانیکی بر حسب یک فوتون، یعنی پر فوتون بر حسب یک سینگل فوتون با چقدر شیفت میگیریم توی مکانیکمون، یا برعکس بر اساس سینگل فوتون ما چقدر شیفت میگیریم توی انرژی فوتون توی کویتی. خب اپتومکانیکال سیستم های خیلی زیادی تا الان عملیاتی شده، همونجور که میبینید از اسکیل ماکروسکوپیک که یک آینه به اصطلاح یک کویتی ماکروسکوپیکه و خیلی ابعاد بزرگی داره و در اسکیل گرم
گرم برای ما یکم بزرگ محسوب میشه، تا به تو ابعاد نانو و فمتوگرم داریم سیستم های اپتومکانیکی، و همجور که میبینید تو ابعاد اتمی هم سیستم های اپتومکانیکی داریم که در اثر اینتراکشن مکانیکی کولد اتم ها، اتم های سرد با فیلد توی یک کویتی نوری انجام میشه. و این تمام این پیشرفت ها ناشی از پیشرفت های جدیدیه که در ماکرو و نانو فابریکیشن اتفاق افتاده که ما میتونیم نوسانگرهای هارمونیک بسیار روباستی رو و همچنین اپتیکال کویتی های روباستی رو تو ابعاد نانو و ماکرو بسازیم. حالا اون چیزی هم که من اول در مورد فابری پرو کویتی گفتم میتونه پیش خیلی پیچیده تر از فقط یک فابری پرو ساده باشه. یعنی این مثلا فرض کنید همچین سیستم اپتیکال فیلدمون، این مثلا فرض کنید یک فابری پرو معمولیه ولی میتونه یه ماکرو رینگ باشه یا یه ماکرو دیسک باشه که نور توش به صورت حلقوی حرکت میکنه در اثر توتال اینترنال رفلکشن های متعدد، یا میتونه یک کویتی باشه که شما وسطش یه ممبرین بذارید، یا میتونه یه فوتونیک کریستال باشه که نور رو توی خودش گیر میندازه و حالا مثلا با وایبریشن این بیم این نوار فوتونیک کریستال این حالا فیلد هم یک تغییراتی توی صورت میگیره. اینم که همون کولد اتم هست که بهتون گفتم که وایبریشن های اتم های سرد هست، و اینم فیلد ماکروویویه که توی یک کپاسیتوره. میتونه یک در زمینه ماکروویو ما میتونیم از چیز از المنت های الکتریکی استفاده کنیم که فوکس این پریزنتیشن نیست. حالا چرا ما علاقه مندیم که این اپتومکانیکس رو توی ابعاد نانو انجام بدیم؟ یک علتش اینه که خب تو ابعاد نانو خب شما با فیلدهای سر کار دارید که به شدت حجمشون کوچیک خواهد بود. شما میتونید مثلا فرض کنید در فوتون کریستال میتونید نور رو در ابعاد زیر، یعنی در ابعادی کوچکتر از طول موجش محدود کنید. بنابراین چگالی نور یا حجم چگالی نور به شدت بالا میره، یا شدت نور به شدت میره بالا، یا اینکه اینجوری بگیم که حجمی که نورش خواهد میکنه به شدت میره پایین. حالا اگه حجمی که نورش خواهد میکنه به شدت بره پایین، اتفاقی که میفته اینتراکشن هایی که با مثلا فرض کنید مکانیکال وایبریشن های این سرفیس داره و به شدت میره بالا. مثلا شما فرض کنید یه فوتون دارید، این فوتون رو توی یک محیط نانومتر ذخیره کنید یا یه توی محیطی که مثلا فرض کنید ماکرومتر باشه، خب قطعا تو نانومتر شدت نور بیشتره و با یه ذره وایبریت کردن سرفیس کاپلینگ خیلی بیشتری شما میگیرید بین اپتیکس و مکانیکس. خب در مورد اینم پس صحبت کردیم، سیستم های اگه سیستم کوچکتر بشه کاپلینگ اپتومکانیکی بیشتر میشه، و همچنین شما اگه کلن ابعاد رو بیارید پایین فرکانس مکانیکیتون هم زیاد میشه. کلن اجسامی که بزرگترن فرکانس های مکانیکیشون بیشتر کمتره. هرچی مثلا فرض کنید یک مثلا فرض کنید بیم، یک باریکر در نظر، یک نوار رو مثلا در نظر بگیرید، هرچی که طولش کوچکتر باشه نوسانش بیشتر میشه. حالا نوسان فرکانس نوسانگری بره بالا، خوبیش اینه که در برابر فلکچویشن های گرمایی دمایی ایمنی بیشتری داره، به راحتی گرمانه حرارت نمیتونه، نویزش کمتر میشه.
و همچنین کم بودن جرمش از نظر سنسینگ خیلی خوبه، چون که جرمش کوچیکه و حالا همین باعث هم خوبه هم بده کم بودن جرمش. بعد به این خاطر که همون ترمال وایبریشن رو زیاد میکنه، خوبه به این دلیل که سیگنال هم زیاد میکنه. یعنی شما اگه مثلا میخواین یه سنسور بسازین بایستی که جرمش کم باشه بسازین، خیلی بهتره، چون در اثر یه تغییرات کوچیکی خارجی نوسان بیشتری خودش میشون. خب کاربردهای زیادی تا الان برای کویتی اپتومکانیکس پیشنهاد شده. خب شما میدونید دیگه، چون ما داریم تو برهمکنش اپتیک و مکانیک رو داریم بررسی میکنیم، بنابراین شما میتونید مثلا با کمک گرفتن از اپتیک که یک علم بسیار دقیقه، میتونید خواص مکانیکی نوسانگرتون رو تغییر بدید و برعکس میتونید نوسانگرتون فیلد اپتیکیتون رو ماجوله کنید. خب این قضیه میتونه منجر به اپلیکیشن متعددی بشه. مثلا هر چیزی که مثلا فرض، یعنی شما خواص یعنی حالتهای مکانیکی سیستمتون رو پس میتونید به وسیله اپتیک بخونید. خب حالا میتونه این خواص مکانیکی مثلا یه AFM باشه، یعنی اتمیک فورس مایکروسکوپ، که ماکروسکوپی میکنه بر اثر نیرویی که اتم ها وارد میکنن. خب شما مثلا فرض کنید میتونه که معمولا هم یه چیز نکتیزه دیگه و میره پروب میکنه سرفیس رو، حالا میتونه مثلا فرض کنید یه سیستمی مثلا پروپوز شده که مثلا میتونه این یه سیستم اپتومکانیکی باشه که شما در اثر حرکت این نوکتیز این AFM شما سیستم اپتیکیتون فازش یا فرکانسش تغییر میکنه و شما میتونید بفهمید که مثلا ما نزدیک یه اتم شده. یا میتونه مثلا اکسلرومتری یا شتاب سنج درست کنید با این قضیه. یا مثلا به فرض کنید اگه من به این نوکتیزونه آهن رو وصل کنم، میتونم ازش یک مغناطیس سنج درست کنم. همچنین یک نکته خیلی مثبت اپتومکانیکس اینه که شما میتونید از این روش استفاده کنید و به روش مشابهی مثل لیزر کولینگ در مورد گازها، حالا اجسام خیلی بزرگ و سردش کنید. به طور مثال گروه پینتر توی کلگری تونستن این دیوایسی که میبینید و که یک فوتونیک کریستال یک بودیه و ابعادش مثلا چند ده ماکرومتر رو تونستن به گراند استیت کول کنن. خب میتونیم مثلا گراند استیت کول بکنیم، یه سیستم خیلی به نسبت بزرگی رو با اپتومکانیکس که خودش یه مبحث جداگونه ایه که میتونیم حالا توی یه پرزنتیشن دیگه در موردش صحبت کنیم. و گراند استیت کول هم یعنی که شما به مینیمم سطح انرژی مکانیکی که ممکنه یه جسمی رو سرد کنید. حالا وقتی که این کار رو انجام میدید، وقتی شما انرژی سیستم رو خیلی میبرید پایین، اون وقت حالا خواص کوانتوم مکانیکیش بروز میکنه. مثلا میتونید این سیستم رو به یه سیستم دیگه انتنگل کنید یا این سیستم رو وارد سوپرپوزیشنش فراهم کنید و کلی آزمایش های جالب کوانتوم مکانیکی انجام بدید با اجسام ماکروسکوپیک یا مزوسکوپیک. یا میتونید یک کاربرد دیگه هم کوانتوم هایبرید سیستمز. شما مثلا فرض کنید یه سیستم مکانیکی دارید، یه سیستم اپتیکی دارید، یه سیستم رادیو فرکانسی دارید یا ماکروویو دارید،
مثلا فرض کن این مکانیک میتونه مثلا یه سرش به یه کپاسیتور یا یه خازن وصل باشه، اون سرش هم مثلا به این کویتی وصله، بنابراین شما مثلا یه پالس الکتریکی رو، پالس الکتریکی رادیو فرکانسی رو میتونه یه پالس اپتیکی کوپل کنید. بنابراین میشه کلن از سیستم اپتومکانیکی استفاده کرد برای هایبرید کردن یک سیستم. خب حالا چیزی که فوکس این پروژه هست و این پرزنتیشن هست اپتومکانیک غیر خطی هست، به این معنی که خب ما توی اون مثال اپتومکانیک خطی آینه رو تکون میدیم. آینه رو که وقتی تکون میدیم همیشه شما دارید چیکار میکنید؟ تو آینه ما نود، ما توی آنتی نود فیلد هستیم، یا تو آنتی فیلد هستیم یا آنتی نود هستیم یا نود هستیم، و یک حالت غیر تقارنی وجود داره، یعنی فرق داره. شما وقتی به سمت راست میرید، مثلا آینه اگه به سمت راست حرکت کنه یا به سمت چپ حرکت کنه، فیلد به طور غیر متقارنی تغییر میکنه. ولی وقتی شما مثلا فرض کنید حالا به جای اینکه آینتون رو ثابت بذارید و یک ممبرین یا یک قشای نیمه شفاف بذارید مثلا وسط یکی از این آنتینوت ها، دیگه اون وقت هیچ فرقی نمی کنه. اگر این ممبرین یا قشا بره به سمت چپ یا بره به سمت راست، یک وضعیت مشابهی رو حس میکنه. بنابراین تغییراتی که توی فرکانس این نوسان این ممبرین ایجاد میکنه، یک تغییرات کوادراتیک، یک تغییرات درجه دو خواهد بود. اینجا میتونید این قضیه رو ببینید که این نمودار فرکانس کویتیه بر اساس پوزیشن ممبرین، و میبینید که اونجا ما اینا لینیر تغییر میکنن. مثلا این قشا کلن این کویتی رو به دو قسمت تقسیم میکنه. این قشا گفتم نیمه شفافه، یعنی یه قسمت رو رفلکت میکنه یه قسمت رو رد میکنه. بنابراین میتونه این سیستم رو به صورت دوتا کویتی که به هم کوب شدن نگاه کنیم. حالا این دوتا کویتی که به هم کوب بشه، مثلا فرض کنید قشا بیاد به سمت چپ، یکی از این مودها فرکانسش زیاد میشه و یکی فرکانسش کم میشه و برعکس. و به خاطر اینکه این دوتا به هم کوپلن، ما یک پدیده به نام آنتی کراسینگ رو داریم که باعث میشه که اینا به جایی که کراس کنن، اینجا این وسط یه بندی، یک انحنایی ایجاد میشه. و این قضیه اپتومکانیک غیر خطی یا درجه دو رو ما میتونیم با این کمیت کم میش کنیم که این چیزی نیست به غیر از اون انحنای این نمودار فرکانس بر اساس دیسپلیسمنت قشا. خب کاربردهایی که وجود داره اینه که ما میتونیم حالا همونجوری که میبینید، ما میتونیم به سیگنال x squared، یعنی سیگنال x به توان 2، حالا دسترسی داشته باشیم. یعنی حالا فیلد ما، یعنی فرکانس ما، تغییراتش با x به توان 2 متناسب خواهد بود. اگه ما تو یک سیستمی بریم که لینیر نباشه و فقط درجه 2 باشه، اون وقت تغییرات فرکانسی که توی دتکتورمون میبینیم، توی آشکارسازمون میبینیم، به ما میتونه x به توان 2 رو گزارش کنه. حالا وقتی که شما x به توان 2 رو داریم، میدونیم که انرژی یک نوسانگر با x به توان 2 متناسب. بنابراین ما وقتی x به توان 2 رو اندازه میگیریم، یعنی انرژی رو به صورت مستقیم اندازه گیریم. بنابراین شما میتونید فونون نامبر یا تعداد فونون های یک نوسانگر رو اندازه بگیرید بدون اینکه تغییرات زیادی رو توی مثلا پوزیشن یا مومنتوم اون نوسانگر ایجاد کرده باشید.
یا حالا از همین قضیه هم دوباره میتونید استفاده بکنید، چون سیگنال x اسکوئر رو اندازه میگیرید ولی سیگنال x رو اندازه نمیگیرید، میتونید باز دوباره از این قضیه استفاده کنید و حالا به صورت نان دیستراکتیو، غیر تخریبی، پریپیر کن، فراهم کنید یه ماکروسکوپیک آبجکت رو توی کوانتوم استیت. یه پروپوزالی هم وجود داره توسط گروه میستر که از این نانلینیر کاپلینگ استفاده میکنن برای اینکه کوانتوم تالنلینگ توی این ممبرین رو مشاهده کنن که میتونه یک نمایشی از کوانتوم خواص کوانتومی در ابعاد بزرگ رو به نمایش بذاره. خب سیستم های درجه دوی اپتومکانیکی چیز شده، پیشنهاد شده یا عملی شده، همونجور که میبینید مثل مثال ساده شه که یک فبری پروکاویتی ماکروسکوپیک و که وسطش شما یک ممبرین یا قشایی میذارید که در این کیس یک قشای سیلیکون نایتراید قرار میدیم که همونجوری گفتم سمی ترانسپرنته. اینجا همین آزمایشه، فقط این کویتیشون به جای ماکروسکوپ یه فبری پرو ماکروسکوپ کویتی، یه کویتی خیلی کوچیکه که با فایبر اینا تشکیل میشه، چون اینا فایبر ها رو یه کوت انجام میدن و این فایبر در نقشه آینه ظاهر میشه و بسیار نمیشه خیلی کوچیک خواهد بود این کرد. یا یه گروهی جان دیویس توی دانشگاه آلبرتا که اینا از این ویسپرین گالری مود کویتی ها استفاده میکنن و یک کانتیلور یا یک باری که در کنارش قرار میدن و این به صورت غیر خطی با این ویسپرینگل ریموت کوپ میشه. یا مثال خیلی تازهش اینه که یه فوتون، یه تودی فوتونی کریستال در نظر بگیریم که این ممبرین حالا یک باریکه این فوتونی کریستاله که میتونه آزادانه نوسان بکنه و همه اینا توش، اینا همه ایمپلیمنتیشن های مختلف مثال ساده فبری پروکاویتی و یک قشامش. خب میبینید که مکانیکال فرکانسش از رنج 100 کیلوهرتز تا 8 مگاهرتز وجود داره. این جنرال ما کلا دوست داریم مکانیکال فرکانسی کم باشه برای این آزمایش ها، حالا ممکنه در آینده شروع کنم ولی اگه براتون جاده بود بپرسیم. و اینم اپتومکانیکال کاپلینگ هر فوتون، یعنی هر فوتون چه شیفتی رو تجربه میکنه، همونجور که میبینید رنج خیلی متفاوته از میلی هرتز تا چند صد هرتز که این عدد خیلی هیجان انگیزیه، یعنی شما به ازای هر فوتون اینقدر شیفت ایجاد میشه. شما مثلا 10 تا فوتون داشته باشین اون وقت مثلا 2 کیلوهرتز شیفت خواهید داشت توی آوتپوتتون، که عدد قابل توجهه. و بیشتر این سناریوها میان از همون پدیده آنتی کراسینگ استفاده میکنن، همونجور که میبینید برای اینکه این کروچر درجه دو رو به دست بیارن. معایبی که این خصوصیت داره اینه که خب این دوتا مود خیلی بسیار به هم نزدیکن، چون در اصل این دوتا مود دیجنریت بودن که حالا به خاطر کاپلینگی که بینشون وجود داشته حالا از هم جدا شدن،
بنابراین خیلی همچون که میبینید اختلاف بین دوتا مود در اسکیل مثلا 1 مگاهرتز و خب این خودش یک حال پارازیتیک افکت، چون ما دوست داریم مثلا فرض کنید رو این انا باشیم، ولی چون اینا به هم خیلی نزدیکن ممکنه ما کوب بشیم به اون یک مود که این یک خاصیت پارازیتیکه. بعد کلا فرکانس مکانیکی هم محدود میشه به این گپی که بین دو تا مود وجود داره. شما چون اگه مکانیکال فرکانستون از این گپ بیشتر باشه، شما یه فونون میتونه این فوتونی که توی مود رو شیفت بده به مود بالا، که بازم چیزی نیست که مد نظر ما باشه. ما میخوایم با یک سینگل مود کار کنیم. خب حالا ما کلا پیشنهاد میدیم که بریم توی فوتونیک کریستالا کار کنیم، توی مشکل رو حل کنیم. یکی به خاطر اینکه اول همونجوری گفتم وقتی که حجم نوری کم میشه این کاپلینگ های اپتومکانیکی بیشتر میشه، و این مشکلی که این مودها فاصله شون به هم خیلی نزدیکر هم کم میشه، چون دوباره اگه طول کویتی کم بشه فری اسپکترال رنج کویتی میره بالا و این مودهای کویتی فواصل بیشتری رو از هم پیدا میکنن. بنابراین این مشکلی که اکثر سیستم های غیر خطی اپتومکانیک دارن و ما میتونیم با رفتن توی فوتونیک کریستال کویتی ها جبران کنیم. خب چیزی که ما پیشنهاد میدیم استفاده از کویتیه که ما دیزاین کردیم به نام پدل کویتی، که یک فوتونی کریستال کویتیه یک بودیه. کلن تو فوتونی کریستال ها به خاطر تقارنی که وجود داره این حالت پریودیک یک حالت رفلکشن ایجاد میکنه که حالا بهش برگ میرو رو اینا میگن. پس ما اینها این قسمت های فوتونی کریستال حالت آینه رو دارن، پس ما دوتا آینه رو دوبر داریم. حالا ما وقتی که این همونجور که میبینید این حفره ها شروع میکنه اندازش کوچیک شدن، وقتی که اندازش کوچیک میشه وقتی که خاصیت آینه بودنشون رو از دست میدن، بنابراین نور میتونه وارد این قسمت بشه، ولی وقتی میخواد از این قسمت خارج بشه توسط این حفره ها بازتاب میشه و این بین همینجوری بانس میکنه و این چیزی که کویتی ایجاد میکنه. حالا ما به جای یکی از این سوراخ ها میایم و یه دوتا گپ ایجاد میکنیم که بتونه این قسمت از دایلکتریکمون، این قسمت از مادهمون بتونه آزادانه حرکت کنه و نوسانش به این نوسان کویتی کوب بشه. در اصل این همین حالت membrane in the middle of cavity، ولی در اسکیل نانو و فوتونی با استفاده از فوتونی کریستال که ما membrane نمون الان این قسمت که ما بهش میگیم پدل یا پارو و cavity اونم این فوتونی کریستال cavity. خب حالا ما برای اینکه ببینیم که این کاپلینگ رو حساب کنیم، نانلینیر کاپلینگ رو حساب کنیم کمیت رو، باید بیایم ببینیم که اگه این پارو، این قسمت پارویی بیاد و یکم حرکت کنه سفرش کنه به سمت راست، چقدر فرکانس کویتی تغییر پیدا میکنه. خب ما میتونیم این مسئله رو به شکل پرتوربیتیو بهش نگاه کنیم، به شکل اختلالی مسئله رو حل کنیم، به این صورت که وقتی که کویتی داره نوسان میکنه ما میتونیم در نظر بگیریم که باندری یا مرزهای این دایلکتریک داره تغییر میکنه. وقتی باندری تغییر کنه یعنی در مقیاس خیلی نوسان های کوچیک، ما میتونیم این مسئله رو به شکل معادلات ماکسولی در نظر بگیریم که حالا داره مرزهاش یک ذره تغییر. خب معادله ماکسول می نویسیم و سکند اوردر پرتوربیشن تئوری
اختلال مرتبه دوم روش انجام میدیم و همونجوری که میدونید توی اختلال مرتبه دوم ما فقط با یک مود یا با یک آیگن مود کار نخواهیم کرد. این برای تغییراتی که روی آیگن مود مورد نظر انجام میشه، ولی اوورلپ بین آیگن مود مورد نظر و آیگن مودهای مرتبه های بالاتر هم حالا وارد بازی میشه. این چیزی که به خودی توی اختلال های درجه بالاتر ظاهر میشه. خب حالا همونجور که میبینید این ترمای اوورلپ، خب یه دونه اوورلپ بین دوتا مود کویتیه و این دلتا اپسیلون که تغییرات دایلکتریک مرزی که یک جورایی وابسته است به تغییرات پوزیشن این مرز، چون مرز که تغییر کنه دایلکتریک هم عوض میشه، دایلکتریک محیط هم. و همجور که میبینید یک ضریب اومگا پرایم به تمام دومین های اومگا دو هم توی مخرج وجود داره، که یعنی اگه شما دو تا فرکانس در نظر بگیرید که خیلی به هم نزدیک باشن، دوباره این کاپلینگ میتونه زیاد بشه. بنابراین میتونیم یعنی این به یه بیان دیگه داره توضیح میده که چرا وقتی ما داشتیم با دو تا مودی که خیلی به هم نزدیک بودن کار میکردیم، اپتومکانیک غیر خطی بزرگی میگرفت. بله، ما توی این مثال بیشتر میخواییم با اوورلپ، با بزرگ بودن اوورلپ بین مودای کویتی یک نالینیر کاپلینگ بزرگی رو بگیر. مثلا شما اگه به مود فاندامنتال، مود این کویتی و مود مرتبه چهارم این کویتی نگاه کنید، میبینیم که اولین مود کویتی یک مود فرده که همونجور که میبینید الکتریک فیلد به صورت فرد توضیح میشه توی این کویتی و روی گپ ها هم میبینید که الکتریک فیلد مثلا اینجا مثبته، اینجا منفیه، ولی مود چهارم مثلا زوجه. بنابراین روی این گپ ها مثلا میبینید که اینجا منفیه، اینجا منفیه. خب حالا اوورلپ بین و این اوورلپی که این شما اسلاید قبل دیدیم بین مود اصلی کویتی، مود مرتبه بالا و مود مکانیکی. حالا مود مکانیکی ما مود مورد نظر ما مودی که به اصطلاح میگیم اسلایدینگ، یعنی مودی که سر میخوره اینجا و میره و برمیگرده. این یک مود فرده، این یک مود فرده. پس ما اینجا یه جمله فرد داریم، این مود هم فرده، یه جمله فرد دیگه، این مود زوجه، یه مود زوجه دیگه. در مجموع این انتگرال ده همون یک تابع زوج میشه. بنابراین وقتی انتگرال روش میگیریم یک عدد بزرگی رو بمونید. خب ما از همین خاصیت استفاده کردیم و همه برای هفت مود اول که مودای اصلی این کویتی هن این نانلینیر کاپلینگ رو حساب کردیم و در مجموع و اینا رو خاصه شما باید با هم جمع بزنید و در مجموع اپتومکانیکال کاپلینگ غیر خطی معادل 400 مگاهرتز بر نانومتر به توان دو در مجموع برای این سیستم میگیریم، برای مود مکانیکی اسلایدینگ یا مود مکانیکی عقب و جلو رفتن و 400 مگاهرتز پر نانومتر به توان دو، یعنی که به ازای هر نانومتر عقب جلو رفتن این پارو خروجی فیلد 400 مگاهرتز فرکانسش تغییر میکنه. خب حالا یه مزیت دیگه این سیستم اینه که ما با تغییر دادن این طول این ساپورت های این پارو، همونجوری که می‌بینید می‌تونید مثلا فرض کنید این
چیزی که این پار رو نگه داشته میتونه خیلی طویل باشه یا خیلی متوسط باشه یا خیلی کوچیک باشه. میتونیم با استفاده از تغییرات این طول ساپورت های این پارو فرکانس مکانیکی این مودای پارو رو خیلی عوض کنه. همونجوری که میبینید برای مثلا فرض کنید این سیستم P3 فرکانس مود عقب جلو رفتن 217 مگاهرتز، ولی برای P1 هست 350 کیلوهرتز. بنابراین یه مکانیکال تونبیلیتی خیلی خوبی میتونه این سیستم داشته باشه. حالا ما این تداخل این تئوری تداخل اختلال مرتبه دو رو با استفاده از فاینایت المنت سیمولیشن تستش کردیم. تو فاینایت المنت سیمولیشنی که ما انجام میدیم به این صورته که ما این پدل و یا اون قسمت پارو رو یک ذره حرکتش میدیم، یک ذره جابجاش میکنیم، مثلا فرض کنیم داریم مثلا به سمت راست، و حالا میایم به طریق فاینایت المنت متد میایم فرکانسی که حالا این کویتی ساپورت میکنه رو اندازه میکنیم. این نقطه هایی که میبینید، این داتا پوینت هایی که میبینید، اینا حاصل این فاینایت المنت سیمولیشن بر اساس جابجا شدن این پارو، و این کروی که میبینید نتیجه پرتوربیشن تئوری پرتوربیشن تئوری، و همونجوری که میبینید برای جابجایی کوچیک این پرتوربیشن تئوری با سیمولیشن یک همگرایی خوبی رو دارن، ولی همونجوری که انتظارش داریم برای هر جابجایی بیشتر میشه ما پرتوربیشن تئوریمون شروع میکنه اختلافش بیشتر شد. خب ما برای تست همچین سیستم هایی از یک روشی استفاده میکنیم به نام فایبر تیپر مانیتورینگ، به این صورت که شما اگه یک فیبر نوری رو بگیرید بکشینش و قطرش شروع میکنه به کم شدن، و حالا اگه این قطر کمتر از طول موج نور بشه، یعنی مثلا فرض کنید کمتر از یک مایکرومتر بشه، وقتی که داره طول موج نوری از تو شرکت میکنه، وقتی به اون منطقه میرسه که ضخامتش از یک مایکرومتر کمتره، شروع میکنه ازش خارج شد، از فیبر خارج شدن، یا به اصطلاح اوینسنت کاپلینگ. بنابراین ما لیزر رو توی فیبر میفرستیم و وقتی وارد این قسمت تیپرد شده میشه، شروع میکنه اوینسنتلی با دیوایس ما کوپل شدن. وقتی کوپل میشه با دیوایس ما، بعد خب میاد تو و بک اند فورس میره مثلا بسته به کوالیتی فاکتور کویتی، و بعد دوباره کوپل میشه برمیگرده، و ما اینجا تو دوتا قسمت اینو مانیتور میکنیم. یه قسمت میایم اپتیکال فیلد کویتی رو نگاه میکنیم، و یه قسمت هم اینو توی اسپکتروم آنالایزر فیلد رو بعد از فوتو دایود میفرستیم که ببینیم که حالا این فیلد چقدر چه شیفتایی رو پیدا کرده، چه ساید بندایی توش ایجاد شده، که در اصل اینها به ما این اسپکتروم آنالایزر به ما به اصطلاح مکانیکال اسپکتروم این دیوایس رو نشون میده. خب همونجوری که وقتی نور وقتی که میاد توی این فایبر و با این دیوایس کوپ میشه، میتونه به صورت یک به صورت یه جمله لینیر میتونه کوپ بشه، یا به صورت غیر خطی میتونه کوپ بشه. توی قسمت خطی خب این ترانسداکشن این نوری که از توی این فیبر رد میشه، یا همون ترانسداکشن نوری که از این فیبر رد میشه، متناسبه با اپتومکانیکای خطی. حالا اگه ما اپتومکانیکای خطی نداشته باشیم، خب این نوری که از این تو رد میشده به صورت خطی ماجوله نمیشه. حالا ولی اگه با
با جابجایی این مکانیک با جابجایی نوسانگر. حالا اگه ما نان لینیر کاپلینگ داشته باشیم به صورت با نان لینیر کاپلینگ این نور ماجوله میشه یا ترانسلاک میشه، ولی در این حال توی این نان لینیر ترانسلاکشن لینیر کاپلینگ هم خودشو نشون میده. ولی همونجور که میبینید این نان لینیر کاپلینگ متناسب با شیب ترانسمیشن، ولی این لینیر کاپلینگ متناسب با کروچر ترانسمیشن. بنابراین اگه شما مثلا اگه این یه لورنسیان پروفایل باشه کویتیتون، شما اگه توی دیتیونینگ زیرو باشین که کروچر ماکسیمومه، شما دارید لینیر کاپلینگ رو میجر میکنید. اگه برید اینجا باشین که کروچرتون صفره ولی شیبتون ماکسیمومه، دارید نان لینیر کاپلینگ رو میجر میکنید. که پس این یه میتونه متدی باشه که شما لینیر کاپلینگ رو از نان لینیر کاپلینگ متمایز کنید. همیشه که میبینید مثلا وقتی که شما وقتی ما نان لینیر کاپلینگ اون برای این منحنی آبی صفره، پیکی که داریم توی دیتیونینگ زیرو اتفاق میفته، وقتی برای نان لینیر کاپلینگ داریم پیکمون منتقل میشه به بند ویتس یا لاین ویتس کویتی. بنابراین با تغییر دادن فرکانس لیزر ما میتونیم لینیر ترانسداکشن و با نان لینیر ترانسداکشن تمیز بدیم. و حالا این توی نمودار، ولی من خیلی نمیخوام روش مانور بدم، ما اومدیم محاسبه کردیم که برای دیوایسی که ما دیزاین کردیم برای یک اکسپریمنتال ستاپ معقول این سیگنال های غیر خطی باید مشاهده پذیر باشه. همیشه می‌بینیم بالاتر از سطح نویز سیستم فوتو دیتکتورمون هست که نیوپورت 1811. و خب شما هرچی که فرکانستون رو کم بکنید سیگنالتون رو افزایش میدید. چون ما سیگنال که من دارم اینجا میگم در از همون ترمال نویزه، یعنی چیزی که درایو میکنه مکانیکال آسیلیشن منو ترمال نویزه. ما خودمون به صورت جداگونه داریم درایو نمیکنیم سیستم. بنابراین هرچی فرکانس بیاد پایین تر ترمال نویز که همون سیگنال ما در اصطلاح محسوب میشه خب بیشتر میشه و ما سیگنال خیلی شارپ تری رو خواهیم دید در مقایسه با وقتی که مکانیکال فرکانسمون بیشتر. من اینا رو از روش میپرم به علت زیر وقت. همین فقط گفتیم که اینجا مثلا این QND measurement چقدر فیزیبله که همونجور که میبینید این سیگنال تو نویز ریشیو QND measurement خیلی پایینه، ولی یه پروپوزال هست که میگن که بیاییم به جایی که QND measurement مستقیم روی فونون نامبر ها تعداد فونون ها انجام بدیم، بیاییم روی فلکچویشن تعداد فونون ها انجام بدیم. روی فلکچویشن فونون ها که انجام بدیم، اگر همونجور که میبینید اگر ما مثلا بریم با فونون استیتی کار کنیم که تعداد فونوناش به طور اوریج فونوناش بالا باشه، این سیگنال تقویت میشه. چرا؟ چون فلکچویشن اینجوری بگم که فلکچویشن سیگنال تو نویز ریشیو فلکچویشن یک فونون استیتی که میانگین فونوناش خیلی زیاده، این میتونه خیلی بالا باشه، چون یعنی از نویز ما بالاتر باشه چون فلکچویشنش زیاده. چون فلکچویشن خیلی زیاده میتونه از ترمال فلکچویشن بیشتر باشه و ما اونو مشاهده کنیم. در صورتی که مثلا فرض کنید برای یک فونون یا برای اینکه یک فونون جامپ رو ببینیم مثلا یک فونون تعداد فونون ها بیشتر شده، این فلکچویشن خیلی کمیه و ترمال نویز میتونه اونو پوششش بده و اصلا نظر ما رو ببینیم. توی به طور خلاصه ما سیستم غیر خطی رو طراحی کردیم که سینگل فوتون پر تو فونونش کاپلینگش از 16 هرتز، یعنی هر
فوتون 16 هرتز تغییر ایجاد میکنه توی فرکانس، که تقریبا 4 اوردر از خیلی از سیستمایی که توی فوتون کریستال نیستن بزرگتره، و اسپیسینگ بین مودها، فواصل بین مودها که توی سیستمای ممبرین این دی میدل چند مگاهرتز بود، اینجا به چند تراهرتز افزایش پیدا میکنه، که چند اوردر، دوباره چند مرتبه بزرگتر از سیستم های دیگه است. خب ما سگ، ما این دیوایسی رو که دیزاین کردیم و یک به اصطلاح پروف آف پرینسیپلی روش انجام دادیم، خب فابریکیتش کردیم. این بیشتر با کریس هیلی اینو فابریکیت کرد. بعد می‌بینی که ما اپتیکال فیلد توش می‌بینیم که با کوالیتی فاکتور 6000 یک اپتیکال فیلد یا یک یعنی به اصطلاح کاویتی رو ما داره می‌بینیم، که یعنی فوتون نوسان می‌کنه در این کاویتی ما. و اینجا وقتی این نتیجه مکانیکال اسپکتروم ماست، این پیکی که مثلا شما می‌بینید ناشی از فرکانس مودیه که عقب جلو نوسان میکنه، این پیک ناشی از فرکانسیه که بالا پایین نوسان میکنه، و ما انتظار داریم که پیک نان لینیر که دو برابر پیک لینیر باید باشه فرکانسش، به خاطر اینکه ما توی نان لینیر کاپلینگ با دو تا فونون حالا سر و کار داریم، یعنی دو تا فونون میان ترکیب میشن و به شما یک فوتون رو شیفت میدن، بنابراین انرژی دو تا فوتون جذب انرژی یک فوتون شده، بنابراین فوتون دو برابر بیشتر فرکانسش تغییر میکنه، بنابراین ما یک جای اینجاها دنبال نان لینیر سیگنالیم، که همونجوری که میبینید یک چیزایی رو دیدیم، ولی خب خیلی سخته که بشه گفت، یعنی هنوز خیلی کار داره که ما حالا این سیگنال ها رو پروف کنیم که حالا واقعا اینا به خاطر نانینیرن یا به خاطر چیزهای دیگه یا اصلا یه نویزه که ما توهم زدیم و خیلی ضعیفه، که ما با پایین رفت بردن فرکانس مکانیکی این پدل در نظر داریم که این شدت این نانینیر سیگنال ها رو بیشتر کنیم. و در آخرم میخوام از گروهمون تشکر کنم و مؤسساتی که ما رو حمایت کرد. از شما بسیار عالی، دستی در نکنه همین جا. خانم شاتیزاد شما میخواین یه باری امتحان کنیم ببینید که شما رو داریم یا نه؟ الو الو، و فکر کنم که نسل خانم فتوزاده در نره. اگه سوالی دارین بنویسین، من از میخونم برای حمید. نمیدونم کار دیگه میشه کرد یا نه. بعد خب میخوام من یه دونه سوال بپرسم تا وقتا یا یکی دو تا سوال. یکی این بود که چیزه برای اینکه مثلا بخواین یه دونه آزمایش انجام بدین که این کیو ان دی رو ایجاد بکنی یا ببینین، میخواستم بدونم که مثلا محدودیت ها چیه، مثلا آیا این نسبت جی صفر مرتبه دو به فرکانستون آیا این باید تو رنج خاصی باشه یا نه، چون من احساس میکردم بین این پلتفرم های مختلف که داشتی مقایسه میکردی این دو تا پارامتر هم تو داشتن یه جوره مستقل از هم دیگه بالا پایین می شدن، بعد خیلی واسم واضح نبود، مثلا تو به نظرم میاد که می خواهی یه جوره نسبت اینا رو شاید مثلا زیاد بکنی، ولی الان می تونی روی این کامنت بدی؟ فقط تو داری اسکرین من رو می بینی؟ نه خب ببین، چیزی که وجود داره اینه که
برم این اسلاید شاید تو از این اسلاید خریدم ببین دقیقا یعنی ما میخوایم چی رو بررسی کنیم؟ این سیگما زیرویی که شما میبینید سیگنال تو نویز ریشیوی پونون جامپ میجرمنت. خب این قضیه سر همش سر اینه که این SW اون رزولوشن فوتودایودتونه، اون آشکارسازتونه، و این دلتا اومگا به توان دو اون شیفتیه که فونون ها دارن روی فرکانس کویتی ایجاد میکنه، و این تی هم این تاو هم اون زمانیه که یه به اصطلاح کوهرنس تایم نوسانگر مکانیکی، یعنی شما میخواین یه نوسانگر مکانیکی تو زمانی که کوهرنسی شد حفظ میکنه. خب حالا شیفتی بزرگی هم نسبتا ایجاد کنه روی خروجی نوریمون، و اینها کلن بزرگتر از رزولوشن یا نویز آشکارساز باشن. خب پس ما فاکتورایی که داریم اینجا چیه؟ یه فاکتوری که داریم اینه که کوهرنس تایم مون بالا باشه، کوهرنس تایم مکانیکی مون بالا باشه، و یه فاکتور دیگه اینه که شیفتی که ایجاد میکنیم این شیفتر همون جی زیرو مرتبه دوت میده، درسته؟ دقیقا. اون تاور هم که فکر میکنم از روی مثلا کاپای یا از روی گامای مثلا مکانیکال رزونیتورت مشخص میشه، درسته؟ دقیقا. فقط حالا مسئله اینه که این دوتا چه ربطی دارن؟ یعنی این شاید هم اس اومگا، یعنی نویز چیزه مثلا فرض کن چه ربطی داره اگه فرکانس بالا باشه، فرکانست بالا باشه به احتمال زیاد لاین ویدثت هم بالاست. آها لاین ویدثت هم بالاست، بنابراین بنابراین ما دوست داریم مثلا خب حالا پس فرکانس پایین کار کردن خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که تا زیاد این تا میره بالا و این کلا این شیفت هم میره بالا، چون که شما جینات گفتم متناسبه با اپتومکانیکال کاپلینگ ضرب داره زیرو پوینت فلکچویشن، به زیرو پوینت فلکچویشن متناسبه با نداشتش بکنم همین چه بکنم توی اون اوائل بود داشت اینجا. خب که این زیرو پوینت فلکچویشن میبینید هرچی فرکانس بره پایین تر این زیرو پوینت فلکچویشن بیشتر به اصطلاح هرچی فرکانس بره پایین تر نوسان خب نوسانگر بیشتر میشه دیگه. بنابراین این شیفت هم بیشتر میشه. ولی خب مثلا خب شما معمولا فرکانس رو که میبری پایین معمولا جرمو زیاد میکنی، این یه ترید آف های اینجوری پیدا میکنی. و چیزی که وجود داره اینه که کلن این آزمایش QND measurement باید در شرایط گراند سی کولینگ اتفاق بیفت، یعنی در شرایطی که شما ترمال وایبریشنتون کمتر از یک فونون انرژیه، چون اگه ترمال وایبریشن بیشتر از یک فونون انرژی باشه اون تغییراتی که تو فونون انجام میشه ممکنه به خاطر تغییرات ترمال فلکچویشن بوده باشه. آره ولی خب حالا برای اینکه یعنی اصلا شاخصه این که تو میخوای QND رو ببینی که این جامپا رو اگه ببینی اون وقت میدونی که این اثر کوانتومی بوده. دقیقا. یعنی که باید خیال نمیتونین داشته باشی. دقیقا. پس باید تو گراند استیت کول رژیم ما باشیم. حالا برای اینکه تو گراند استیت کول رژیم باشیم معمولا مثلا میان از یه روش های استفاده میکنم به نام ساید بند کولینگ، که دوباره تو اون ساید بند کولینگ باید فرکانس از لاین ویدث کویتی بزرگتر باشه، که خب میگم این ترید آف هایی که میگیری، یعنی از یه طرف فرکانس کم خوبه به خاطر اینکه شما
شیفت های بزرگی میگیری، اپتومکانیکال شیفت بزرگتری میگیری و کوهرنس تایم مکانیکه بالایی میگیری. از طرف بعد به خاطر اینکه تو خیلی سخت‌تر سرد کردنش، یا مثلا باید بری توی کرایستات های یخچال های خیلی سرد مثلا اینو قرار بدی، یا روش های دیگه ای برای کولینگ پیدا کنی. مثلا همین روش های جدید که الان ملت دارن روش کار میکنن، فیدبک کولینگ و یعنی روش های بغیر از روش ساید بند کولینگ. تو ساید بند کولینگ باید مکانیکال بپنس. الان تو عددی که شما داشتی نشون میدادی تو جدولی که داشتین که همینطور مدای مختلف، نه اینو نه، اونی که کار خودتون بود، اونجا شما تو رنج فرکانس تراهرتز بودین. یعنی درسته که G0 داره این، درسته G2 تون خیلی بزرگه ولی فرکانستون هم خیلی زیاد شده. البته این چیزا این فرکانس اپتیکیه. اوکی فرکانس مکانیکیتون تو چه رنجیه؟ فرکانس مکانیکی تو کجاست؟ تو رنج مگاهرتز مثلا میتونه زیر مگاهرتز باشه. آره. حالا میتونی یه دقیقه برگردی اسلاید قبلی، من یه سوال دیگه اینجا ازت بپرسم. یا همین اوکی، الان شما به نظر میاد که میتونین هی همینطور برین مدای بالاتر و این جیه رو هی بیشتر و بیشتر بکنین. خب کچش چیه؟ از کجا به بعد یه چیزی خراب میشه؟ یه جا ترانکیت میکنه دیگه، چون یه جایی که یه چیزی که وجود داره اینه که الان ببینین، آها اینجا ببینین این ضریبی که اینجا وجود داره، شما هر چی بری فرکانس یه بعد یه دفعه خیلی کوچیک میشه. آره یه جایی بعد خیلی کوچیک‌تر میشه و کلا هم اورلپ ها هم خیلی کوچیک میشه. ببینین چی میگم، یعنی چون مودایی که بالاترن کجا بود اینجا، یعنی تو میبینی کامل یا سفید اینجا؟ نه سفید آنه. آره سفید و من سفید. رزولوشن تصاویری که استفاده دارم میکنه زیاد باشه دفعه. آره. بعضی وقتا تو رنگیش مشکل میشه. خب خلاصه هرچی هم مود بره بالاتر اوورلپ، چون شکل مود هم خیلی عجیب غریب میشه. ببینید چی میگم، بعد کلن اوورلپ هاش هم ضعیفتره، ولی کلن به خاطر اون فاکتور چیزم هست که یک تقسیم بر نمیدونم اومگا پرایم منه اومگا اون به شدت ضعیف میکنه. بسیار عالی. خب